روزهای پایانی شهریور ماه امسال سینماگران به روال 14 سال گذشته دور هم جمع شدند تا جشن خانه سینمای ایران برگزار شود، هرچند که پیش از این نیز برگزاری این جشن همواره با حاشیه‌های همراه بوده است، اما این بار با حاشیه‌های پر سر و صدایی که جمعی از وزارت ارشاد و روزنامه کیهان برای آن برپا کردند بیشتر رنگ و بوی سیاسی گرفت. با گذشت بیش از دو هفته از پایان این مراسم در ایران هنوز حرف و حدیث های آن پایان نیافته است و دلخوری میان اهالی سینما و دولت بیش از پیش نمایان شده است. اینها جملاتی بود که مناقشه آفرین شد. امیدوارم وضع مملکت طوری شود که گلشیفته بتواند برگردد. امیدوارم بهرام بیضایی برگردد. امیر نادری بتواند در ایران فیلم بسازد و امیدوارم که جعفر پناهی هم بتواند در ایران فیلم بسازد. این جملات امیدوارگونه ای بود که اصغر فرهادی هنگامی که جایزه بهترین کارگردانی سینما را دریافت می کرد از پشت تریبون خانه سینما خطاب به اهالی هنر گفت. فرهادی نمی دانست که همین چند جمله کوتاه می تواند سرنوشت فیلم تازه او را عوض کند. مجوز ساخت فیلم جدید اصغر فرهادی با نام جدایی نادر از سیمین در حالی لغو شد که فیلم برداری آن در تهران شروع شده بود. جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که دلیل لغو مجوز ساخت فیلم اصغر فرهادی سخنان او در مراسم جشن خانه سینما بوده است. شمقدری گفت موضوع به خاطر صحبت‌هایی است که وی در مراسم جشن خانه سینما داشت و حرف‌هایی که ایشان زدند حرف‌های جالبی نبودند. پس از آن به ایشان یک هفته فرصت می‌دهند حرف‌هایشان را اصلاح کنند، اما این کار را انجام نمی‌دهند و سپس منجر به این تصمیم‌گیری می‌شود. شاید مهمترین واکنشی که به این لغو مجوز نشان داده شد از طرف عباس کیارستمی بود. او اعلام کرد که تصمیم داشته از فیلم بعدیش با نام پدر و پسر را در ایران بسازد، اما با اتفاقات این چنینی ترجیح می‌دهد که این فیلم را در خارج از کشور بسازد. محمد مهدی اسکرپور مدیر عامل خانه سینمای ایران هم در واکنش به این لغو مجوز به روزنامه شرق گفت تنها زمانی که به شؤون اسلامی، دینی، مقامات امنیتی و مراجع و مقدسات توهین شده باشد، پیگردهای قانونی و برخورد با سخنران در نظر گرفته می شود. سوال من این است که آقای فرهادی در صحبتهایش به کدام یک از اینها توهین کرده بود؟ با این حال، لغو مجوز فیلم جدید فرهادی تنها یکی از واکنش‌های دولتیان به این جشن بود. جواد شمقدری بعد از این مراسم بیانیه‌ای نوشت که رسانه‌های ایران آن را منتشر کردند. این بیانیه با انا لله و انا الیه راجعون آغاز شد. در این نامه از همه مردم ایران به خاطر برگزاری این جشن عذرخواهی شده بود. شمقدری ادعا کرد کسانی در این جشن با هلهله و شادی آرزوی پایان نظام جمهوری اسلامی را کردند. او این رفتار را آفت شاهنشینان در سینمای ایران دانست که گاهی گرفتار هیجان، گاهی لجبازی و گاهی غفلت و سرخوشی می شوند. روزنامه کیهان هم در مقاله تحت عنوان عقده‌گشایی سیاسی در جشن خانه سینما آورد 14 جشن خانه سینما در حالی به کار خود پایان داد که این کانون صنفی به جایگاه محفلی برای عقده‌گشایی سیاسی و حمایت از مخالفان نظام و تقدیر از پیاده نظام شناخته شده امریکا و اسرائیل سقوط کرد. در این جشن برخی حاضران سخنانی مشابه نظرات شبکه‌های ماهواره‌ای بیگانه بر زبان آوردند. اما خانه سینما نکات اشاره شده در بیانیه شمقدری و روزنامه کیهان را توهین دانست و در جوابیه ای آورد آنچه در جشن خانه سینمای ایران گذشت به استناد وقایع ثبت شده در حافظه دوربین ها و حضور ده ها خبرنگار و صد ها تن از اهالی فرهیخته سینمای ایران به هیچ وجه با اتهاماتی که در بیانیه معاونت سینمایی آمده همخوانی و مطابقت نداشته و ندارد. اما آن کسی که بالاترین مقام تصمیم گیرنده در این جریان بود طرف معاونت خود را گرفت و عملاً بیانیه تکذیبی خانه سینما به هیچ انگاشته شد. محمد حسینی متصدی وزارت ارشاد که باید در این میان میانجیگری می‌کرد در حاشیه نشست خبری نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال عملاً از آنچه که شمقدری در بیانیه تسلیت آمیزش آورده بود حمایت کرد. محمد حسینی گفت ما با هیچ شخصی از جمله آقای فرهادی یا دیگرانی که تحت تأثیر هیجانات حرفهایی زدند بحثی نداریم. حرف ما با حلقه گردانان این محافل است. مسئله ما کسانی است که به صورت سازماندهی شده دارند ارزش‌های اسلامی را زیر پا می‌گذارند. البته خود آقای فرهادی هم متوجه شده که حرفهایش در جشن خانه سینما نامناسب بوده است.
اینکه کسی آرزو کند که فردی ضد انقلاب مثل محسن مخملباف و خانوادهش برگردند به ایران و انتظار هم داشته باشند که ما برایشان فرش قرمز پهن کنیم نشان می‌دهد که مسئله دیگر صنفی و سینمایی نیست. آقای حسینی گفت اینکه عده‌ای هم بیایند در آن فضا برای این حرف‌ها سوت و کف بزنند از نظر ما محکوم است و قابل قبول نیست و به جد انتظار داریم که این روند را اصلاح کنند. موضع‌گیری یک جانبه وزیر ارشاد در برابر این موضوع باعث شد تا یک بار دیگر مدیر عامل خانه سینمای ایران دست به قلم ببرد. این نامه بیشتر از آنکه تکذیبیه‌ای باشد برای آنچه در جشن خانه سینمای ایران رخ داد، انتقاد نامه‌ای بود به وزیری که از نظر اسکرپور تسلطش بر امور هنری جاری در کشور کم است. اسکرپور در نامه خود آورد: در حوزه سینما تعداد نشست‌های جدی و تخصصیتان با دستندرکاران به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. تسلط امروزتان به اوضاع سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی حدوداً مثل روز اولی است که همدیگر را دیدیم. همان موقع که هنوز نامزد احراز پست وزارت بودید و درخواست کمک کردید و بنده و تعدادی از اعضای هیئت مدیره خانه سینما و رؤسای صنوف علی‌رغم فشارهای زیاد آن روزها صادقانه و با برنامه‌ای مشخص و به قصد تعامل به دیدارتان آمدیم. هرچند که وزیر ارشاد در برابر این نامه انتقادی سکوت کرد، اما شمقدری یک بار دیگر بیانیه ای صادر کرد و این بار لحن اسکرپور را مشابه گروه های منافق دانست. او در بیانیه خود آورد: در این نامه ادبیاتی از توده مسلک های سابق و لیبرال منش های امروز دیده می شود که سعی می کنند خشم و عصبانیت ناشی از عدم موفقیت های سیاسیشان را جبران کنند. بیانیه 8 ماده‌ای شمقدری به ذکر بی‌ادبی‌های این نامه انتقادی و اختلاف خانه سینما پرداخته بود. با این همه این بار شمقدری اسکرپور را متهم کرد که مدیریت فعلی خانه سینما دفتر مدیر عامل را به اتاق جنگ برای تحقق خواسته های جناحی و ترمیم شکست های سیاسی باندی که با آن وابسته است قرار داده است. در برابر این بیانیه این بار این سینماگران بودند که در حمایت از مدیر عامل خانه سینما و نهاد صنفیشان با انتشار بیانیه یک جمله‌ای به میدان آمدند. برای حفظ سینمای ارزشمدار ایران و جامعه اصناف سینمایی در کنار مدیرعامل منتخب خود ایستاده ایم. اما با افزوده شدن امضاها این سایت هنر نیوز نزدیک به مسئولان سینمای ارشاد و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بود که با انتشار خبری به نقل از یک مقام مسئول گفت: ما اتفاقا از این بیانیه ها استقبال می کنیم و اسامی را به دقت مورد توجه قرار می دهیم. برای ما اهمیت دارد که بتوانیم سربازان جنگ نرم در جبهه دشمن و عوامل نفوذی را شناسایی کنیم و در فعالیت های آتی من به دقت این موضوع را مورد نظر قرار می دهیم. و در ادامه با جملات تهدیدآمیز خطاب به سینماگران نوشت: امضا کنندگان بیانیه خانه سینما به دقت زیر ذره بین می روند. در نهایت این مدیر عامل خانه سینما بود که در نامه‌ای خطاب به همکارانش از حمایت آنها تشکر کرد و یادآور شد: برخی مسئولان با این توهم که همه آنچه را که سینمای ایران می‌خواهد می‌دانند، خود را مستغنی از مشورت با صنف قلمداد می‌کنند و خواسته ها و مطالبات صنفی را به جبران سوء تدبیر و بی‌کفایتی‌شان سیاسی تلقی می‌کنند. اینجاست که باید با هوشیاری نقادانه بکوشیم تا با گفتار و رفتارمان خدایی ناکرده به بدخواهان پراکنده در کمین سینمای انسانی و ارزشمدار ایران بهانه‌ای ندهیم. دور از ذهن نبود که جشن خانه سینمای ایران که امسال سبزتر از هر وقت دیگری برگزار شد، پایانی اینچنینی داشته باشد. همزمان که عکس‌های رخشان بنی اعتماد با روسری سبز روی شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر می‌شد و دست به دست می‌گشت، همزمان که آرزوی فرهادی برای برگشتن هنرمندان به ایران دهن به دهن می‌گشت، کسانی هم تلاش می‌کردند تا همین پایگاه‌های کوچک را هم به مرز تعطیلی و پلمپ برسانند. خانه سینمای ایران حالا در همان جایگاه خطرناک ایستاده که پیش از این انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آنجا بودند و هر صنف منتقد دیگری هم در همین جایگاه میان بودن و نبودن ایستاده است و باید دید در روزهای آتی چه بر سر این خانه و صاحبانش می‌آید.